مادا یک دختر نازنین 2 ساله با گلوله پلیس بلژیک اخیراً کشته شد. خانواده‌اش کرد عراقی‌اند. مادا اتفاقاً در خود آلمان به دنیا آمده و خانواده‌اش داشتن سعی می‌کردن که از طریق بلژیک به انگلیس بیان و می‌بینیم که پلیس بلژیک شلیک می‌کنه به ماشینشون و مادای عزیز نازنین 2 ساله کشته میشه. تراژدی غم انگیزیه که نتیجه سیاست ضد پناهندگی و ضد مهاجر کشورهای اروپا است. تیو فرانکن وزیر مهاجرت بلژیک یکی از آرشیتکتای این سیاست ضد بشری و ضد مهاجر کسی بوده که صحبت اصلا کرده و میکنه که کشتیایی که مهاجرین رو میاره از توی دریای مدیترانه رو بعد برگردونین و اگه غرق شدن. کسی بوده که پناهنده های سودانی رو به کشورشون برگردونه که خبرش هست که یه سریشون وقتی برگشتن مورد شکنجه قرار گرفتن و این سیاست ضد پناهندگی، ضد مهاجر پایه و اون بندیه که تمام جنایت راست و امروز توی اروپا و دنیا به هم وصل میکنه. و چیزی که واقعیته اینه که مرزها برای پول، برای سرمایه بازه، هیچ مرزی وجود نداره. حتی برای حیوانات بازه، پرنده هایی که از یه جا میان به یه جای دیگه، و 100% برای کسایی که پول دارن، برای کسایی که سرمایه دارن مرزها بازه. اگر آدم پولدار باشه هر جایی که میخواد میتونه زندگی کنه، ولی این مرزها همش برای کسایی هن که از طبقه کارگرن و فقیرن. ولی مریم واقعیت اینه که یک تصویر وارانه و برعکسی رو از این دنیا دارن میدن. در واقع کسایی که هیچ تولیدی تو جامعه نمی کنن و فقط به جرم این که به حکم این که وضع مالش خوبه میتونن هر جای دنیا برن، هیچ کس صحبت نمی کنه چرا این همه آدم از انگلیس یا از اروپا به این همه کشورهای دنیا مسافرت میکنن، میرن، میان، میمونن، که صحبت نمی کنه. ولی اون بخشی از جامعه که داره از فقر و از بدبختی و از اون فشار و سیاست‌های ارتجایی کشورهای خاورمیانه یا کشورهای دیگه دارن در میرن و یه زندگی بهتری میخوان انجام بدن، اینا یه دفعه مورد سوال قرار میگیرن و بعد جلوشون گرفته بشه. هیچ کس نمیپرسه که اون کسی که ثروت تولید میکنه توی جامعه، آدم هایی که کار میکنن، جامعه مهاجر موتور تحرک هر اقتصادی تو دنیا، هر جای دنیا رو شما نگاه کنین، از کانادا گرفته تاریخ آمریکا رو نگاه کنین، تاریخ اروپا رو نگاه کنین، هر جا نگاه میکنین اونجایی که مهاجران رفتن و تولید کردن و جامعه و اقتصاد رشد کرده و زندگی بهتر شده، چطور یه دفعه این تعریف برعکس شده و مهاجر و پناهنده نمیتونه از این واقعیت برعکس شده و اینا ظاهرا میان فشار میذارن روی جامعه. و تا اخیراً کسایی که از انگلیس میرفتن یه جای دیگه زندگی میکردن بیشتر بود از کسایی که وارد انگلیس میشدن، برای مثال. و خب اگر همون آدمایی که رفتن میموندن، مشخصه که بیمارستانهای کافی وجود نداشت، مدارس کافی وجود نداشت. خب اینو باید ساخت برای تعداد جمعیت. دولت میگه که بازار آزاده و همه باید روی پای خودشون بایستن، ولی وقتی سرمایه و بانک میره زیر، مشکل براش به وجود میاد، سری میان از پول مردم استفاده میکنن که این بانک ها رو نجات بدن. ولی وقتی میرسه به بهداشت، وقتی میرسه به خونه و مسکن و کمک به مهاجرین و پناهجویان، یهو پول نیست. برای عروسی هری و میگن خیلی پول هست، برای ملکه خیلی پول هست، ولی برای مهاجرین هیچ وقت پول نیست. و اینا ظاهرا کسایی هستند که هیچ تولید نمیکنن. در واقع کسایی که تولید میکنن مهاجرین هستن که بیشترین کارا و خدمت رو تو هر جامعه دارن میکنن، ولی ظاهرا از این حق برخوردار نیستن که بدون ازش استفاده بکنن. مثل پناهندگان و مهاجرین افغانی تو خود ایران. دقیقاً اینو میتونیم ببینیم. یه چیزی رو که به نظر من باید بهش پاسخ داد، مسئله فرهنگه. این که میگن که فرهنگ مهاجرین با فرهنگ لیبرال و آزادمنش اروپا نمیخوره، این حرف کاملا بی خودیه. نگاه کن، وقتی شما یه فرهنگ ارتجایی رو بیاین
مساوی بکنین با پناهنده ها و مهاجرین و بگین مثلا پناهنده هایی که ایران میان همه اسلامی های هوادار جمهوری اسلامی هستن، هر کس از افغانستان میاد طالبانه، هر کس از سوریه میاد آیسیس و داعشه، هر کس از عراق میاد این جریانات دست راستی عراقی هستن. خب معلومه شما دارین اینو تبلیغ میکنین، اینو شرایط به وجود میاری که اینا رشد بکنن. ولی اگه به شکل واقعی نگاه کنین، کسایی که دارن در میرن و پناهنده میشن کسایی هستن که از اون شرایط فرار کردن. کسی که میاد اروپا میخواد برای بچه خود زندگی اروپایی آیندهش رو تضمین بکنه، که بچه‌ای که باشه آزاد باشه، بتونه آزاد بشه. خب اگه دولت‌های اروپایی و جامعه اروپا پناهنده ها رو و مهاجران رو با این فرهنگ آغشته بکنن و اینا رو مساوی بکنن و اینا رو روش بدن، خب معلومه اون چیز به وجود نمیاد. بعد در ضمن هم بالاخره فرهنگ یه چیزی نیست که تو سنگ نوشته باشه هیچ وقت تغییر نکنه، فرهنگ عوض میشه، مردم فرهنگای متفاوتی دارن. خیلی واضح است، برای مثال تو ایران فرهنگ مردم، اکثریت مردم، فرهنگ زنان، فرهنگ جوونا از فرهنگ جمهوری اسلامی خیلی متفاوته. یعنی این دوباره یه نوع تبلیغ منفی علیه مهاجرین و پناهجویان، در حالی که واقعا میشه دید که برخی اوقات پیشروترین فرهنگ و خود کسایی هستن که دارن فرار میکنن، به خاطر اینکه با پاهای خودشون با تمام سختی ها و ریسکی که وجود داره دارن میگن که ما یک زندگی دیگه میخوایم، یه زندگی بهتری میخوایم، و به همین خاطره دارن میان به اروپا، دارن سعی میکنن به اینجا برسن. شما ببینین وقتی که این بلایی رو که دارن سر پناهنده ها و مهاجرین در میارن و این سیاست، اگه هر کس فکر کنه فقط بر علیه مهاجران و پناهنده هستن، اشتباه کاملی میکنه. این در واقع بلایی که میخوان سر مردم و شهروندان خود اروپا بیارن، این زمینشه. نگاه کنین همین بلا رو امروز توی انگلیس سر شهروندایی رو میارن که دو نسل سه نسلش قبلشون از دریای کرائیب و جزایر کرائیب اومده بودن و شهروندای مملکت بودن. چون چطوری سعی میکنن اینا رو از بیمه بیکاری، از خدمات اجتماعی، کسایی که 30 سال توی سیستم بهداشت انگلیس کار کرده، وقتی خودش مریض شده رفته اونجا استفاده کنه، از گفتن نه شما مسئله شما مهاجر بودی و مثل که پرونده مهاجرت و پاسپورت درست نیست رو بعضیشون تهدید بکردن، به هزاران نفر هستن که تهدیدشون کردن که میخوام بیرون شون از انگلیس، و یه افتضاح بزرگی رو توی انگلیس به وجود آورد این قضیه. این بلایی که شروع میکنن بخش‌های مختلف جامعه رو، کسایی که خیال میکنن حالا امروز هم سیتیزن شدن فردا سر اونا میارن، بخش‌های مختلف جامعه رو این کار میکنن. این سیاست وارانه و ضد انسانی بر علیه مهاجرین و پناهنده ها چیزی که میخوان سر جامعه اروپا بیارن. به این خاطر جلو این رو گرفتن و خواستار باز بودن مرزا و حق پناهندگان و تصویر واقعی از پناهندگی و مهاجری رو، مهاجرت رو نشون بدین، دفاع از حقوق واقعی و جامعه آزاد اروپا است و این کاریه که ما باید بتونیم انجام بدیم. به این خاطر ما هوادار مرزهای باز هستیم برای پذیرفتن پناهنده ها و مهاجرین. و مرزهای باز، خب بعضی میگن که این خیلی افراطیه، و خب یه واقعیت اینه که وقتی که زنا حق رأی میخواستن افراطی به نظر میومد، وقتی که بردهداری رو یه سری آدم ها میخواستن از بین ببرن افراطی به نظر میومد، ولی وقتی به این قضیه آدم نگاه کنه میبینه که مرزهای باز یک حق پایه‌ای انسانیه. چرا فقط برای پولدارا و سرمایه‌دارا باید وجود داشته باشه؟ یه حق پایه برای همه، برای همه. همونطوری که وقتی که یکی میره بیمارستان نمیگن که دیگه نمیتونیم بیاین، 120 نفر اومدن بیمارستان دیگه بسته است، بیاین تا 10 سال دیگه وقتی چند نفر مردن بعد شما میتونین بیاین از بیمارستان استفاده کنین. این اصلا این اگر چنین حرفی رو هیچ بیمارستانه بزنه همه میریزن اعتراض میکنن، ولی وقتی اینو در رابطه با مهاجرین و پناهجویان میگن همه این خیالشون نیست. یه واقعیت اینه که این یه حق پایه‌ای، باید بدون قید و شرط ازش دفاع کرد. این سیاست ضد پناهندگی و ضد مهاجر اون بندیه که تمام جریانات راست و ضد انسانی رو به هم وصل میکنه. مهم نیست خودشو مسیحی دموکرات میگه، خودشو چپ جامعه میگه،
مهم نیست خودش رو آتئیست و سکولار میگه، مهم نیست کسی که خودش رو یه جنرال راست نوفاشیست میگه، تمام کسایی که این حرف رو میزنن نقطه مشترک ضد پناهندگی و ضد مهاجرتشون چیزی که نشون میده بخش تاریک جامعه متصلن و باید افشا بشن و کسایی که خواهان بستن مرزها و محدود کردن حرکت مهاجرین هستن به این اردوی سیاه تعلق داره. و خب یه سری آدم ها میگن که خب ما علیه مرزهای باز هستیم، چرا اینجوری جلوه میدین که این یک حرکت نژاد پرستانه است، راسیسته و یا غیر انسانیه؟ خب اگر آدم بخواد واقعیت رو بگه، بله هست، به خاطر اینکه مرزهای بسته داره آدمای خیلی زیادی بیشماری رو میکشه، داره نابود میکنه، زندگی آدما رو داره از بین میبره. معلومه ضد انسانیه، معلومه نژاد پرستانه راسیسمه، معلومه علیه طبقه کارگر و فقیر فقراست، معلومه اینطوریه. همین سیاستیه که گلوله تو صورت بچه 2 ساله میزنه. همین سیاستیه که بچه رو توی سواحل اروپا غرق میکنه. همه کسایی هم که خیلیشون امروز دارن توی دریا غرق میشن به خاطر همین سیاست، و همین سیاستی که واقعیت پناهندگی و مهاجرین رو وارونشون میده و در واقع حمله به جامعه آزاد توی اروپا. مرزها باید بدون قید و شرط باز باشن. مرزها رو باز کنیم.